آخ جونم غذا رسید. زود باش داداش، زود باش، گشنمونه. بدو از گشنگی مردیم ها. غذا اومده. به 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 به. زود باش کاپتان. زود باش کاپتان. غذا از دهن افتاد. همچین آبگوشتی رو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی. این کاپیتان علی حالش خیلی بده، ذهنش درگیره، دیوونه نشه خوبه. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın, baharda yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın. Aferin. Beşin sarı cihaz. Beşin. Osun. Osun. ببخشید Osun. Dastasını bir yerin. واسه یه امروز دیگه کافیه. یه چیزی هست که میخوام بهتون بگم بچه. من یه مدت نمیتونم بیام مدرسه. برای چی؟ چرا؟ چرا نمیتونید بیاید استاد؟ چون من مرخصی گرفتم. یه بورسیه پیدا کردم. میرم خارج از کشور. مدت ها بود دنبال همچین فرصتی میگشتم. اونجا توی دانشکده موسیقی به عنوان معلم قرار آموزش بدم. البته شعرم میگم در کنارش. برای همینم یه مدتی باید از اینجا دور باشم بچه. وای بابا خیلی بد میشه. دلم برای تو تنگ میشه. فقط یه مدت. نه خواهش میکنم نریم دیگه. استاد نریم. میتونید بهت خیلی حیف شد. نرید دیگه. جاش اینجا هم براش تنگ میشه. دلمون براش تنگ میشه. کاش نمیرفت. دلمون تنگ میشه. مته تو نمیخوای بری؟ سرت بالا بگیر ببینم. به هم نگاه کن. استاد از خارج بر میگردیم. حتما بر میگردیم. دوباره میاین و بهمون درس میدیم. بگید که بر میگردیم. من از خودمه. از خودمه برگردم و دوباره اینجا به شما درس بدم. مته باور کن. اما ممکن از دست من خارج باشه. واسه برگشتنم همه تلاشم رو میکنم. نه تلاش نکنین، حتما برگردین. برگردین و دوباره پشت این پیانو بشینین و دوباره آواز بخونین. به ما شعرهای جدید یاد بدین. به هم قول بدین. واسه چیزی که دست من نیست نمیتونم. چرا باید بدین؟ دست من نیست نداریم. من این چیزها رو نمیفهمم. باید قول بدین. به من قول بدین. قول. قول بدین. خیلی خوب باشه. اگه شما نمیتونین قول بدین، پس من به شما قول میدم. از خارج برمیگردین. دوباره میایین اینجا و به ما درس میدین. دوباره به همون یه عالم شعر یاد میدی. من به شما قول میدم. واسهشم هر کاری لازم باشه میکنم.
جمیله خانوم، حالتون خوبه؟ خوبم، سرم گیج رفت. جمیله کجاست؟ رفت از شویه، انگار حالش خوب نیست. جمیله؟ خوبی تو؟ خوبم، یکم سرم گیج رفت. یکم راه برو کاپتان علی، بذار پاهات باز بشه، تحرک داشته باش مرد، تحرک. پلین؟ تو صدام کردی؟ آره من صدات کردم. جالبه، تو که با من حرف نمی زدی. مگه من خبرچی نبودم؟ مگه من امینه رو به پلیسا لو ندادم؟ اولش اینجوری فکر کردم، قبول کن وضعیت بدی بود، ولی الان دیگه حقیقت معلوم شده. حقیقت چی بوده؟ امینه توی عملیات پلیسی دستگیر شده، بعدنم منتقل شده، الان تو فلسطینه. یعنی تو تقصیری نداشتی. معذرت میخوام. همین؟ معذرت میخوام؟ میخوای دیگه چی کار کنم؟ راستش منم میخواستم باهات حرف بزنم. خب بگو. هیچ پیشرفتی بوده؟ یعنی راجع به احمد و مادرش شما چیزی پیدا کردین؟ نه پیدا نکردیم، هنوز هیچ پیشرفتی نبوده. خیلی عجیبه، احمد چند هفته است که غیبش زده، پلیس دنبالشه، آدمای بابای هاکان دنبالشن. من اگه دوست دختر احمد بودم اول میپرسیدم احمد کجاست، حالش چطوره، اما تو نپرسیدی. اولش کن، هرچی باشه از حرفات فهمیدیم که احمد حالش خوبه. نمیپرسم کجاست، فقط جاشم نه. نمیدونم، امیدوارم. ببین چه پیش تو باشه چه یه جای دیگه، ممکنه جاش امن نباشه، باید واسش یه جای امن دیگه پیدا کنی. اما اینم باز به چی فکر میکنی؟ بهتره الان همون جایی که هست بمونه، ما هم سریعاً کاره گرفتنش رو انجام میدیم، چون دیگه نمیتونه راحت رفت و آمد کنه، واسش هر کاری لازم باشه انجام میدیم. فکر میکنی احمد قبول میکنه؟ میکنه، چون این کارمون در حقش لطف نیست، قسمتی از برنامه مونه، خودش میدونه. خیلی خوب، کارا ردیف شد بهت خبر میدم. به احمد سلام برسون. من برای امروز وقت داشتم. بشینید تو نوبت. عطیه ادگین، اینو بگیر، بعدش هم برو دستشویی، میدونی که چی کار کنی دیگه، بعدش ظرفاتو با کاغذ بیار بذاری. باشه. میذارمش اینجا. باشه بذارید اینجا.
نتیجهش کی حاضر میشه؟ میتونید فردا بیاین بگیرین. باشه، متشکرم. خدافظ. فاطیما خانی. اینجا حالت خوبه؟ من یه مدت از اینجا میخوام برم. امیدوارم که بتونیم دوباره همدیگر رو ببینیم. واسه یه معالجه میری؟ بله. خدا به همراهت عزیزم. ایشالا خیلی زود دوباره همدیگر رو میبینیم. ایشالا. عزیزم برات دعا میکنم. ممنونم. به سلامت. ایشالا دوباره ببینم اتون. موفق باشی. خدا به همراه دخترم. مطمئنم که خدا کمکت میکنه. تشکر میکنم. مطمئنم دوباره همدیگر رو میبینیم عزیزم. مطمئنم. امیدوارم هر چیزی زودتر خوب بشی. موفق باشید. خیلی ممنون. با اجازه همه. صاف بایستا دختر، تو هم موهات رو مرتب کن. خوبه، دکمای کتتو ببند. زود باش. دارید میرید اینجا خانم؟ بله، از همکار خداحافظی کردم، از شاگردام هم همینطور. فقط شما مونده بودید. بله میدونم. ببینید اینجا خانم، بالاخره یه مسائلی بینمون پیش اومد. من به نظر خودم کار درست انجام دادم. نمیخوام توجیه کنم، ولی سعی کردم که وظیفه‌مو انجام بدم. فقط خواستم همه چی درست پیش بره. بازم بگذاریم. میخوام اینو بگم، من با شما هیچ دشمنی ندارم، چیزی هم تو دلم نیست. ای کاش اینطور نمیشد. کاش که ای بابا چی بگم. واسه منم سخت بود. ازم هر چی بوده حلالم کنی. منتظر برگشتتون هستیم. خدا پشت و پناهتون. ممنونم. زود باشین، زود باشین، بریم سر کلاساتون. دوره درمانتون تو بیمارستان یا تو خونه؟ تو از کجا فهمیدی؟ از بیمارستان. شما رو اونجا دیدم. فهمیدم. فعلاً روزا بیمارستانم و شبام که میرم توی خونه خودم. یه مدتی رو باید اینجوری بگذرونم. کی ازتون مراقبت میکنه؟ صدات هست. ولی اون که کار میکنه. روزا کی پیشتونه؟ تو نگران من نباش. اما استاد من... میته، تو خودت کلی گرفتاری داری. تو فقط به درسات فکر کن. موسیقی تو کارت. ببین، تو خیلی زحمت کشیدی. هیچ وقت و در هیچ شرایطی اجازه نده زحمتات به باد بره عزیزم. به هیچ کس هم اجازه نده به بادشون بده. تو فقط تلاش کن، خیلی تلاش کن، خیلی. یه موزیسین بزرگ، یه شاعر بزرگ شو، یه خواننده موفق.
من به تو ایمان دارم. روی هر تار گیتارت، هر شعری که میگی من هستم. توی همه شعرات من زنده خواهم بود. من زنده، فقط ازت یه خواسته دارم، گیتار تو، شعرات تو هیچ وقت کنار نذار. همیشه موفق باشی. اینجا حالت خوبه؟ خوب نیستم. چی شده؟ چیزی نیست، فقط میخوام زودتر برم خونه، لطفا. چه خبر مامان؟ امروز کارت چطور بود؟ هیچی، خبر خاصی نبود. هیچی. تو از چیزی ناراحتی؟ نه، فقط امروز یکم خسته شدم. از احمد خبر داری؟ نه. راجب اون اتفاقا، یعنی اونی که مادرشو زد؟ نمیدونم، خبر ندارم. تو نگرانشی؟ نگرانم، ولی کاری نمیشه کرد. انشالله یه خبری ازش میشه. انشالله. مامان بشین، بشین، چیزی نیست. منم وقتی زیاد غذا میخورم اینطوری میشم. مامان رنگت پریده، خوبی؟ خوبم، خوبم. غذاتونو خوردین میزو جمع کنین، منم میرم بخواب. باشه، برو بخواب. خوب شو مامان. خوب بخوابی مامان. Thank you.
منم. چیزه، معذرت میخوام که بیدارت کردم، ولی باید باهات حرف بزنم. برو تو اتاق کارم، الان میام. باشه. خب گوش میکنم. تو واقعا مسعوده رو دوست داری سونر؟ نمیخوام راجع بهش حرف بزنم، دیگه دلیلی نداره. مهم اینه که من و تو الان زندگیمون از هم جداست. این حقیقت رو باید بپذیریم و به زندگیمون ادامه بدیم. تو مسعوده رو دوست نداری. از من به تو نصیحت، با کسی که دوستش نداری ازدواج نکن. اما تو کردی. واسه همینم با این که ازم بزرگتری به خودم اجازه دادم تو این مورد تو رو نصیحت کنم. آیلین، تو مرادو دوست داری، برای همینم باش ازدواج کردی. منم مسعوده رو دوست دارم و باهاش ازدواج میکنم. اگه بخوای غیر از این فکر کنی خودتو اذیت میکنی. منم تو رو این نصیحت میکنم، زندگی تو سخت نکن، همینجوری سخت هست.
من تست بارداری داده بودم، نتیجهش حاضر شد. اسمتون چی بود؟ جمیله کارابوا. بفرمایید. چی کار کنم؟ حالا من چی کار کنم؟ بزنم بذار ببینم کیه. جمیله، برو پسرم، تو بودو برو دزدار رو دستگیر کن. من با مامانت یکم حرف میزنم میام. پلیس اومد، همه تونو دستگیر میکنم. جمیله چی شده؟ بگو ببینم ها. چی شده دخترم؟ باز دوباره چه شده؟ یه چیزی بگو دیگه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ درد تو به من بگو، بگو عزیزم. مامان من حاملم. چیکار کنم مامان؟ شدم یه زن مطلقه باردار. چیکار کنم؟ سلام آقای وکیل. سلام علی آقا. چه خبر؟ هموناست که میدونید، خبر خاصی نیست. پس چیز زیادی از دست ندادم. فعلا اینجوری به نظر میاد، اما فردا چی میخواد بشه معلوم نیست.
روز دادگاه نزدیکه. شاید بشه یه سری از کارای کشتی و یه جورایی حل و فصلش کرد. اما شکایتی که علیه شما شده جدیه. شاکی اگه خسارتشو بگیره شکایتشو پس میگیره. درد اون پوله. علی آقا، حرفایی که زدم و وضعیتی که توش هستید و جدی بگیرید. والا بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید اینجا موندگار میشید. داروهاتو بردارم؟ نیازی هست؟ نه نیازی نیست. بریم؟ بریم. ماشاءالله هر روز داری خوشگلتر میشی. این دختر مثل ماه میمونه. عروسی حسابی بهت ساخته عزیزم. نه کما ماشاءالله خیلی خوش اومدی آیلی. مراد جان خوش اومدی. خیلی ممنون. سلام سونی. خوش اومدی واقعا. خوش اومدی. تو که غریبه نیستی. ما میریم یکم به مهمونامون برسیم. دوباره میبینیم اتون. با اجازه. شما بفرمایید بشینید و از خودتون پذیرایی کنید. بفرمایید آیلین. بریم بشین. مامان مامان بزرگ چند ساعته دارن حرف میزنن؟ نمیدونم. منم خیلی نگرانم. نه اینجوری نمیشه. درست نیست. اصلا درست نیست. باید بندازمش. باید بندازمش. یه راه دیگه پیدا کنیم. جون داره. نکشش. تازه گناه میکنی. یواشکی حلش میکنم. داری اشتباه میکنی. ببین جمیله دخترم، به خودت ضرر میرسونی. خودم قهرش میگیره. یه بلایی سرت میاد. میگی چی کار کنم مامان؟ به دنیاش بیارم؟ معلوم از چی میگی؟ اون موقع چجوری جلوی مردم در بیام؟ اگه بشنون میدونی چی میشه؟ میدونم اما آخه چی بگم. منم عقلم کار نمیکنه. خودم یه جوری بی سر و صدا حلش میکنم. ولی مامان تو رو خدا به هیچ کسی چی نگو. به گوش نریمان برسه، همه میفهمن. خواهش میکنم مامان هیچی نگو. نه دخترم چرا بگم؟ تازه اونا الان سرشون گرمه. مسعود داره نامزد میکنه با برادر شوهر آیلین. با سونر؟ امه. کی؟ من امینم شد. مسعودم خوب بلده. دختر نریمانه دیگه. انشالله که خوشبخت باشین. تبریک میگم. <تص->
تبریک میگم عزیزم. آه سونر پسرم. ممنونم. آه ممنونم عزیزم. مرسی. تبریک میگم. قدم رنجه فرمودیم. خوشبخت بشی دخترم. مبارک باشه. پاشو ما هم بریم به داداشم و مسئول تبریک بگیم. باشه. فرار که نمی کنیم. اونا هم فرار نمی کنن. میگیم. آیلین داری زیاده روی میکنی. به نظرم تو زیاده روی کن. ای بابا چی دارم میگم، تو که نمیخوری اصلا. ناراحت نشو مراد. چیزی واسه ناراحت شدن نیست. برمیگردم. کجا؟ همینجا. هم جای خاصی نمیرم. تنهایی میتونی بری؟ معلومه من که چیزی نیست. تبریکی میگم به جفتتون. اما یه چیز مهم، کم پیدا میشه دو نفره انقدر به هم بیان. حالا ازت میخوام اجازه بدی با داماد خوشتیپمون یکم برقصم. اجازه میدی؟ من به عنوان یه دختر جوان امشب میخوام یکم نصیحتت کنم. میشه حواست به دخترمون باشه؟ خوشبختش کن، ناراحتش نکن، قلبشو نشکن، باهاش بد حرف نزن. لیاقت دوست داشتن رو داره. برادر عزیز خوشبختی میکنم. این توالت خوبه؟ نه اصلا تعادل ندارم، میخوام برم خونه. باشه بریم. نه تو بمون، نامزدی داداشته. راننده منو میبره. مطمئنی؟ مطمئنم. میخوام تو بمونی، خیالت راحت باشه. بازم دیر وقت شد. خب عزیزم
من دیگه رفتم. دست درد نکنه. آه راستی جمیله، فردا یکم دیر میام، باید برم یه جایی. خیر باشه. چیزی نیست، یکم کار دارم. اومدین آیلین خانم. چیزی لازم داریم؟ آره برام مشروب بیار. چی باشه؟ هرچی شد. Oturmuşum yatağa, ben beni düşünürüm. Kapı baht kapısı, bahtımın kapısı. Köşeye savrulmuş buruş buruş ceketin, sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. Sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. We'll be right back.
şaşaya savrulmuş buruş buruş ceketim. İçerimde kar مراسم خیلی خوبی بود، تشکر میکنم. با چه تشکری، وظیفه‌مون بود، خدا عوضشو میده انشالله. خب عروسی خرج داره دیگه، نه کمان؟ خیلی خوشحالم پسندیدی، هدف خوشبختیتونه، همینو بس. دقیقا همینطوره. شب بخیر مسعود. شب تو هم بخیر. مجددا تبریک میگم، شب بخیر. میبینمت مراد. منم تشکر میکنم. من اینقدر استرس داشتم که نگو مردم دیگه. بشینیم با هم یه نوشیدنی بخوریم، یه جشن کوچیکی با هم میگیریم. الان دیگه دیره. باشه. واسه تو هم مشروب خوب نیست. خب باشه، من آب میوه میخورم. هدف اینه که با هم جشن بگیریم. سلیمان تو هم هستی؟ آره. پس بریم بخوریم. بریم داداش. خانم. بله آقا. اگه آیلین خواب نیست بگین بیاد اینجا پیش ما. چشم رو چشم. میگم این نریمان خانم عجب انرژی داره به خدا. شما بریم بیرون. آیلین برو بیرون. باید ببریمش بیمارستان. زود باش. چشم آقا. چشماتو باز کن، خواهش میکنم. باز کن چشماتو آیلین، التماس میکنم چشماتو باز کن آیلین.
که تو چیزی بشه من ببینم. حاضرم ازم نفرت داشته باشی آیلین، ولی پیشم باش، پیشم باش. خواهش میکنم دلم بزار، خواهش میکنم، خواهش میکنم دلم نظر آیلین. چیزی شده؟ خوبم، خوبم عزیزم. حالش خوبه؟ مامان تو حالت خوب نیست، چت شده؟ خوبم، چیزی نیست. یهو از تخت بلند شدم، سرم گیج رفت. الان خوب میشم. دلت درد میکنه مامان؟ آره پسرم، دلم درد میکنه. خوب میشه الان. در رو باز کن. باش. سلام. سلام. ببخشید میشه بگین جمیله خانم بیان دم در؟ مامان، مامان، مامان. بفرمایید. معذرت میخوام که مزاحم شدم، ولی در مورد آیلین خانم باید باهاتون حرف بزنم. طول سگ، من با این حالم تا اینجا میام واسه دیدن تو، میگی نمیخوای منو ببینی؟ هزار بار پیغام فرستادم واسه، آبروم جلوی اینا رفت، خجالت نمیکشی؟ بی غیرت گستاخ. مامان خواهش میکنم. ساکت شو، هیچی نگو. پشتتو کردی به خانوادت، خوب شد؟ آره؟ چشاتو رو همه میبندی؟ آره؟ خانوادتو بدبخت کردی، بی غیرت. آخه من به تو چی بگم؟ چی کار کنم مامان؟ میگی چی کار کنم؟ منو نگاه، از من نپرس چی کار کنم. یه عمر دارم از دستت میکشم، خدا منو بکشه. تو میدونی چه گندی زدی؟ نه نمیدونی، اما من میدونم، تو هم باید بدونی. میدونی؟ تو چی فکر میکنی؟ بیا بیا نزدیکتر. جمیله حامل است. چی میگی مامان؟ جمیله حامل است. جمیله حامل است؟ بله. مطمئنی؟ بله. حالا بگو ببینم جمیله چی کار کنه ها؟ اون زن بنده خدا دست تنها چی کار کنه؟ اون موقع که این کارو میکردی به عاقبتش فکر کردی؟ آره؟ خیلی احمقی. خب میخواد الان چی کار کنه؟ بچه رو نگر میداره؟ چجوری نگهش داره ها؟ میخوای جلوی همه آبروش بره؟ آره؟ پشت سرش حرف و حدیث در بیاد؟ آره؟ آره؟ مامان به جمیله بگو بچه رو نندازه. خواهش میکنم مامان، نگهش داره. مامان، مامان، اون بچه
بچه بچه منم هست. اون بچه رو میخوام. جمیله نباید بندازتش. بهش میگی باشه؟ مامان من این بچه رو میخوام. این بچه باید به دنیا بیاد. باشه مامان. جمیله اون بچه رو به دنیا میاره. مامان نمیندازتش. اون بچه به دنیا میاد. فهمیدی؟ تو میخوای واسش پدری کنی؟ آره مامان. به من گوش کن. الان همین الان که از اینجا رفتی برو پیش کارولین. تو هتل میمونه. برو به اون بگو که بهش بگو که علی میخواد تو رو اینجا ببینه. باشه مامان. بیاد اینجا پیش من ببینمش. مامان مامان لطفا. من پیش اون زن خارجی بی حیا نمیرم. مامان از اون چه کمکی میخوای ها؟ فکر میکنی میاد تو رو از زندون در میاره بیرون؟ آروم مامان. برو پیش کارولین. چیزی که گفتم رو بگو. این هم برای من هم برای جمیله خوبه مامان. زود باش دیگه مامان. فقط همین یه بار. خواهش میکنم. به خاطر من. خواهش میکنم. آیلین ما را خیلی ترسوندی. نگران نباش، فقط معده‌ت خونریزی کرده بود، برای همین حالت بد شد. آره باید همین باشه. الان چطوری؟ خیلی بهترم. خیلی ممنون هر دوتون. مادر علی تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنه دلت تنگ شده برای؟ خدا نکنه من دلم واسه تو تنگ شه. دلم واسه چی تنگ بشه ها؟ منو علی فرستاده، به خاطر اون اومدم. خب علی چی میخواد؟ میخواد با تو حرف بزنه. درباره چی؟ من از کجا بدونم؟ بی زحمت خودت تشریف ببر ببین چی کار داره. بدمش به تو. میخوایش؟ من که گواهینامه ندارم. پس هر وقت که گواهینامه گرفتی میدمش به تو. خوبه؟ باش. بفرمی. سلام. خوش اومدین. ممنونم. خوش اومدین. سلام. خوشبختم. سلام دوست من. سلام. میخوام آیلین رو ببینم. بله حتما. بفرمایید. چیزی لازم داری آیلین؟ نه خیلی ممنون. بهتر شدی؟ بیا تو. آیلین ببین کیا اومدن. بلند نشو دخترم، بخواب. بلند نشو مامان.
اینقدر خوشحال شدم که اومدی. خدا بد نده، چه بلای سرت اومده عزیزم؟ یکم معدم حساس شده، فوراً بردیمش بیمارستان، مداواش کردن. چیز مهمی نیست اما باید استراحت کنه. زود خوب میشی عزیزم. آخ عزیز دلم. بلا دور باشه. زود خوب میشی علی. بیاین اینجا ببینم. چطوری آلی؟ اینجا ببینم. اگه بخوای امروز پیشت بمونم اینجا. به نظر خوب نمیاد. به نظر خوب نمیام چون خوب نیستم، اما خیلی ممنون. لازم نیست هر روز پیشم بمونی، فقط منو ببر بیمارستان، از اونجا برو سر کارت. میخوام بهت کمک کنم. منو ببر بیمارستان، شبم بیا دنبالم. اگه این کارو بکنی کمک کردی. باشه. بری؟ بری. چطوری معدت حساس شده؟ خب چجوری حساس شده؟ تو بازی کردی، عرق کردی، پر با عرق آب خوردی، تازه آب یخ هم خوردی، بعدش هم یخ خور و این تنین تیک گاز دکی. مگه نه؟ ببینم تو اینو از کجا فهمیدی؟ من هم یه بار این کار کرده بودم، معدم سرما خورده بود، نشده بودم. ای وای، ببین کیا اینجا. خوش اومدی زندایی جمیله. تو هم خوش اومدی. خوش اومدی مته. ممنون، سلامت باشی. سلام عثمان. سلام مورد. سلام. چطوری پلین جون؟ ممنونم عزیزم. سلام عزیز دلم. سلام. وای خدا بد نده آیلی. آخ به خدا چشت زدن. چی تو رو اینطوری مریض کرده؟ یعنی خیلی نگران شدم. من میدونم، آب یخ خورده، اونم وقت یرق کرده. آه آه چقدر شیرینی. دکتر اومده میخواد آیلین خانم رو معاینه کنه. بفرمایید. فوراً بفرستینش. خوش اومدین. ممنونم. چیزایی که میخواستین آوردم. بدین به من. آیلین خانم، حالتون چطوره؟ خوبم. بذاری معاینتون کنم. پس ما هم میریم تو سالن، اونجا منتظر میشیم. یه نفس عمیق بکشین. اینا رو بگیر. این چیه؟ داروهای مراد خان. از این به بعد تو اتاقش نذاریم. وقتش رسید ببر بهش بده. خوب مواظب باشین. باشه. بفرمایین. چیزی میخواستی مسعود خانم؟ به هم یه لیوان آب بده. اینا داروهای کیه؟ داروهای مراد خان. مگه تموم شده بود؟ تموم شده بود. همش؟ بله همش. تو این پاکت به اندازه یه داروخونه دارو هست. سونر تو این چیزا خیلی دقیقه. صبر نمی کرد همه یه داروها تموم بشن، واسه همین تعجب کردم. من در این مورد چیزی نمیدونم مسعود خانم، اما حتما باید یکی باشه که بدونه. <تص->
این کارولین کجا مونده؟ نگران نباشید، هنوز وقت هست. شما نمیدونین، غیر قابل پیشبینیه. بالاخره اومد. شما تنها باشین، من منتظرم. سلام، چطوری؟ خوبم، خوبم. خوشحالم که اومدی. یه چیزیه که میخوام بهت بگم. چی میخوای بگی؟ پیشنهادتو قبول میکنم. یعنی خونه رو به من میفروشی؟ آره، خونه رو بهت میفروشم. تعجب کردم، تو نمیخواستی خونه رو به من بفروشی؟ فکرم عوض شد. چرا؟ ای بابا، تو به اون چی کار داری؟ خونه رو مگه نمیخواستی؟ خیلی خوب، قبول میکنم، بهت میفروشم، همینو میخواستی؟ باشه، اما تو زندان چجوری میشه؟ من با وکیل حرف زدم، به اون برای فروش خونه وکالت دادم. با پولی که از تو میگیره ضرر زیان قایقو میده. اون مردم شکایتشو پس میگیره و منم از زندان میام بیرون. فردام که روز دادگاهه. این کار اگه امروز انجام بدین تا فردا آزاد میشم. باشه؟ باشه. من فقط این کارو برای تو میکنم. برای نجاتت. چیز نگران کننده ای نیست، حالتون خوبه، استراحت کنین. خیلی ممنون. روزتون بخیر، زود خوب میشی. روزتون بخیر. آقای دکتر، من نگران آیلین بودم، حالش چطوره؟ خوبه. ببینین آقای دکتر، من نامزد سونر خانم، چیزی از من پنهون نیست، یعنی من همه چیو میدونم، هر چیزی که اتفاق افتاده رو، یعنی واقعا میدونم دیگه، دروغ که نمیگم. با شستشوی معده نجاتش دادیم، وضعش الان خوبه. اگه معدهش رو شستشو نمیدادیم میمرد. به موقع رسوندنش بیمارستان. چرا معدهش رو شستشو دادی؟ مگه نگفتین همه چی رو میدونین؟ میدونم، اما چیزه. مسعوده، تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم میرفتم. دکتر آیلین رو معاینه کرد، اینطور که میگفت چیز نگران کننده نیست. حالا آیلین خیلی خوبه، مداواش ادامه داره و استراحت میکنه. خیال همه تون راحت باشه. خیلی خوب، ما دیگه میتونیم بریم. زود باشیم بچه. خواهش میکنم یکم دیگه بمونین لطفاً. بله لطفاً بمونین. ولی ما باید بریم، بچه ها باید برن مدرسه، منم کار دارم. باشه، پس هر وقت دوست داشتین ما منتظرتونیم. ایشالله سلیمان شما رو میرسونه. چشم سونر خان. نیازی نیست، زحمتتون میشه. زحمتی نیست. باشه. نامزدیت با سونه رو تبریک میگم مسعوده. خیلی ممنون زنده ای جمیله. ایشالله به خیر و خوشی، امیدوارم خوشبخت بشین. مراقب آیلین باشین. تو نباید الان مدرسه باشی؟ لازمه. حاضر شو، راننده میرسونتت. کجا؟ مدرسه. من اومدم اینجا پیش تو باشم. من کار دارم. یالا.
ماشینه با حال گاز داده رفت. منم نگاش کردم. با حال چی بود؟ معنیش چی میشد؟ من چرا از این کلمه استفاده کردم؟ اصلا چی میخواستم بگم؟ با حال یعنی تمیز، یعنی خوشگل، یعنی درخشان. ماشین با حال مثل جادویی بود که منو تو رویاها میبر اونور میبرد. دنیای کوچیک با حال منو از دنیای واقعی دور میکرد. اما نه هر ماشینی، فقط ماشین با حال. خوش اومدین. هوی، کجایین؟ پس نگران شدم. مامان با عجله رفتیم عیادت آیلین. مامان یه ذره اینجا بازی کنم. بازی کن. مامان بزرگ، اون توپ قرمزمو پرت کن. میندازم. صبر کن پسرم، از اینجا دور نشو. باشه؟ باشه. پسرم بگیر ببینم، چرا رفتین پیش آیلین ها؟ چیزی شده؟ معده‌اش ناراحت بود، بردنش بیمارستان. رفتم ببینمش. آه، الان حالش خوبه؟ خوبه. حالت بد شد؟ تو هوا دارم مامان. بذار یه چیزی برات بیارم. عثمان میخواست شوت کنه. دوباره میاد به نقطه پنالتی، میاد اینجا، حالا میخواد توپو بزنه، میذارتش اینجا، میزنه. باز کن دست تو، باز کن. بهتر شدی ها؟ آره بهترم، بهتر شدم. باید این موضوع رو حل کنم مامان. کدوم موضوع؟ چه حل کردنی؟ من باید این بچه رو بندازم مامان. اما چجوری؟ باید یکی رو پیدا کنم که قابل اعتماد باشه، پنهونی تا کسی نفهمیده. اگه ندی دست اهلش بلای بدتری سرت میاد، خدایی نکرده. از نظر قانونم جرمه، ممنوعه. قبلا شنیدم پلیس یکی رو دستگیر کرده، تازه دکترم بوده، نزدیک بوده زن زیر دستش بمیره. چاره نیست. تو میخوای چیزی بگی مامان؟ بگو. علی نمیخواد بچه رو بندازی، میگه باید به دنیاش بیاری، من ازش مراقبت میکنم، میگه اون بچه منه. علی اینا رو از کجا میدونه مامان؟ تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی علی این حرفا رو زده؟ تو رفتی پیش علی؟ رفتی بهش گفتی من حاملم؟ عصبانی نشو جمیله، میخواستم بفهمه چه غلطی کرده، درستش کنه. تو میتونی تنهایی از پس این کار بر بیای. مامان بس، هرچقدر بارو تو چی کار کردی مامان؟ من دیگه نمیخوام اسم علی رو بشنوم، تحمل شنیدن اسم علی رو ندارم. تو بلند شدی میگی بیاد چه غلطی بکنه، میخواد دوباره منو عقد کنه؟ گفتم که کمکت کنه. اون اصلا کار خیر بلد نیست، تو زندان چجوری کمک کنه؟ اون میخواد با کارولین حرف بزنه. اون زن برای دادن پول به علی سند خونه رو میخواد، میخواد اون خونه رو بخره. تو از کجا میدونی؟ تو پاسگاه جلوی خودم گفت. مامان مامان، تو کسی رو میشناسی بشه بهش اعتماد کرد؟ شادیه هست، زن لمی نجار که این کارو میکنه. تو محله بالام یکی هست، قبلا قابله بوده، اما از من گفتن، از این کار منعش کردن. حالا دیگه واسه چی خدا میدونه. میشه بهش اعتماد کرد؟ معلوم
معلومه که نمیشه دخترم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ حالا که نمیتونم برم بیمارستان. خب چاره ای نیست. بریم یه صحبتی باش بکنیم. شب بیا پیش من که با هم دیگه بریم. باش. دیگه خودت میدونی. خب دیگه من برم. عثمان چی شده پسرم؟ چوبم افتاده این تو. صبر کن عزیزم، اونجوری نمیشه. بذار به مامان بزرگ بگیم کلید بیاره. باشه مامان. کلید انبار رو بده. توپ عثمان افتاده اونجا، در باز کنید، توپو بردارید. کلید رو پیدا نمی کنم. نیست. الان من با یه چیزی در رو باز می کنم. خدا ببینم خوبه این. ای خدا، ای خدا، خدا خدا کنه باشه. ای خدا، من خیلی دیرم شد، دارم میرم. دوباره بازی شروع میشه. دوباره توپو میذاره تو نقطه پنالتی و گل. گل. آفرین، آفرین. پلین سلام. سلام احمد، چطوره؟ خوبه. شناسنامه جدید احمد داره حاضر میشه، خبرش رسیده. چند روز دیگه میرسه دستم، منم سری میدمش به احمد. ممنونم. روزت بخیر. روز بخیر. داشتین با چنگیز حرف میزدین، نخواستم مزاحمتون بشم. خیلی خوبی. مگه قبلا نبودم؟ نه، همیشه اینجوری نبودی. حق داری، همیشه اینجوری نبودم. احمد چطوره؟ خوبه. میخواد چیکار کنه؟ دوستاش اینا چاره‌ای پیدا کردن؟ ببینین چی میپرسم. به من که نمیگی، من طرف مخالف هستم. دروغه؟ نمیدونم. دروغه؟ نمیدونم. خیلی خوب، میبینمت. اجازه ندارین بیان اینجا. حالش چطوره؟ خوبه؟ بریم بیرون آقا، لطفاً. خیلی خوب، باشه میرم، ولی
بازم میام، گفته باشم تا وقتی استاد اینجا میاد اینجا منم میام. میخوام بدونین بازم میام اینجا. لطفاً بریم بیرون، لطفاً. زود باش.